دکتر نیری رو نداریم. آقای دکتر نیری طبق محاسبات من فاصله شون تا اینجا اگر ترافیک بهشون اجازه بده 15 دقیقه دیگه خواهد بود، به ما خواهند رسید، و ولی من سعی میکنم که برنامه رو با صحبت که با آقای دکتر هلاکویی کردم و موافقت فرمودن در همین زمینه شروع کنم تا دکتر نیری هم برسن و بعد بخش دیگری رو در حضور دکتر نیری ادامه بدیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. بسیار سپاسگزارم از دعوتتون. خوشحال هستم که در خدمت بینندگان خوب و عزیز هستم. خوشحالترم که آقای دکتر نیری بالاخره میرسن، ولی مثل اینکه خدا هم در کار ایشون یه اخلالی کرده که منی رو که به نظر میرسه، ولی فکر نمی کنم به خدا باور دارم، و آقای دکتری که مثل اینکه مثل شما که خدا رو طلاق دادید، من اصلا جدا شدید تا به حال، نه من تا به حال فکر میکردم بر اساس آنچه شنیدم خدا مرده، حالا فهمیدم همسر شما بوده. بله. و بنابراین شما طلاقش دادید و خب برام بسیار جالب بود. نتونستیم با هم کنار بیاییم. نه حتما نمیتونید کنار بیایید و هیچ کس نمیتونه باش کنار بیاد، ولی ماجرا این است که لیستی که شما برای موضوع و مطالبی که مایل هستید آقای دکتر، و شاید من کمی چیزی ندانم و اون ندانستم و بتونم مطرح کنم، یه لیست ای بسا 5-6 ساله برنامه شماست، نه تنها هفته یه شب، حتی چهار شبی که مثل اینکه از تاری برنامه دارید. و من فکر کردم خب اگر ما قرار بود بر اساس این قرارداد در خدمت شما باشیم، احتمالاً باید یه حقوق حسابی برای سالهای سال که به درد ایام بازنشستگی میخوره میگرفتیم. جناب فروزنده، شما که میدونید اینجا از حقوق خبری نیست، ولی سوال همیشه هست. من همیشه گفتم اسم اینا برخی از وقت تو کار ما حقوق نیست، حق وقه. ما واق واق میکنیم و به خاطر اون یه حقی رو خواهیم گرفت، ولی کاری به اون نداریم. من در خدمت هستم، خدمتتون عرض کردم که تا وقتی دکتر بیاد بیاد بحث هاوکینگ رو بذاریم، هر جور دلتون میخواد مطرح بشه. از پایین شروع کنیم بریم. هر جور دلتون میخواد. این ویدیوی افغانستان رو دیدین شما؟ بله. این خانم رو کتک زدن، مجروحش کردن. این خانم یه خانم بیمار روانیه. یعنی سابقه مشکل روانی داره، 16-17 سال داشته. بعد رفته پیش ملایی، بعد یک کتابی، حالا رساله بوده، قرآن بوده، هرچی بوده، 3-4 برگه اینو پاره کرد. با پاره کردن این دوچار این وضعیت شده، کتکش زدن و بعد هم آتشش زدن. دکتر سوالم خیلی جدیه. این نوع برنامه هایی که ما داریم، شما رو عرضه میکنم چون شما به هر حال مهمان ارجمند من هست و عرصه تخصصی که دارید، دارید به مردم خدمت میکنید، ما آب در هوا نمیکوبیم. یعنی چی؟ یعنی این چه اثری میذاره در مردمی شبیه این در ایران که کم هم نیستند، یا در افغانستان که خیلی بیشتر از ایران هم هستن؟ میدونی چی میخوام بگم؟ این که پاکستان بود مثل این. این در پاکستان بود. بله. ببینید جناب فروزنده، دو تا تفکیک رو باید کرد. یکی این که من و شما یه وظیفه و مسئولیتی داریم و قرار است به عنوان یک انسان در چارچوب وظیفه و مسئولیتمون عمل کنیم، حالا در هر زمینه‌ای که است، شغلمونه، کارمونه، پدری، مادری، هر چیز. وظیفه و مسئولیت یعنی اون چیزی که به عنوان دیوتی یا آنچه که بر اساس قرارداد کانترکت و ریسپانسیبیلیتی هست. حالی مطلبی که میفرمایید دفعه از اون فراتر میره و تبدیل میشه به میشن یا رسالت، که ما حالا یه رسالتی داریم که قراره یه کاری بکنیم. بنده صدها بار رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم اگر بتونم کمی از وظایف و مسئولیتامو انجام بدم بسیار خوشحالم و اصلا اون رو ندارم. بنابراین من و شما قراره حرف درست یا کار درست و خوب خودمون رو بکنیم و متناسب رو تأثیر میگذاره یا نمیگذاره، فرقی میکنه یا نمیکنه، فایده داره یا نداره، اون موضوعی نیست که برای من مطرح باشه. همیشه مثالی که عرض کردم، من قراره خانه خودم رو با توجه به آنچه که میشناسیم سرد و گرم کنم. اینکه من بخوام هوای لس آنجلس رو سرد و گرم کنم از احتش بر نمیام، به اونم اصلا فکر نمی کنم. بنابراین در حالی که آنچه که شما نشان دادید باعث تأسف بسیار هست و میشه راجبش حرف زد، هر سال، حتی از دیدگاه یه فرد مؤمن که چگونه خدا رو با کلامش یکی میکنه، چگونه کلامش رو با کتابی که درش نوشته شده یکی میکنه، و چگونه برای احتمالاً پاره کردن اون بعدن یه چنین مجازاتی رو خودمون انتخاب میکنیم
که باید انجام بدیم جای سوال بسیار داره. ولی من تو راه که می آمدم اتفاقا اخبار رادیو همراه رو می شنیدم که خانم مجده حبیبی ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه گفتن که وزیری که بهش کارا مربوطه، شاید وزیر مثلا کشور، نمیدونم چه گفتن، قبول کرده که اصلا به هیچ وجه این دختر خانم این کار رو نکرده و به هیچ وجه این موضوع به قرآن کریم هیچ ارتباطی نداشته و نداره. ولی تازه اگر می داشت، من فکر میکنم در سراسر جهان مردم به خاطر، حتی اگر این زن دانا و عاقل بود و زن سالمی هم بود، پاره کردن کتاب شما باید اول یه مقدار اصول رو یا حتی فرو رو بپذیرید و بعدم در جهت مجازاتش که مسئله رو جنبه فردی و شخصی کنید یا به اون صورتی در بیارید که جنبه جمعی و جماعت داره و انجامش بدید و نشون دهنده خیلی، یعنی اون سه چیزی است که به نظر من همیشه هست: نادانی و بیماری و خودخواهی. یعنی وقتی شما با ترکیب سگانه نادانی، خودخواهی و بیماری روبرو میشید، معمولا کاری دیگه براش نمیتونید بکنید و یه جایی هم نداره. فقط تأسف من از چیز دیگری است و اون این است که کوششی که بسیاری از مردم در جهت ایجاد تفاهم و همکاری میکنن، کوششی که مردم برای دور کردن و زدودن جنبه های بد و منفی هر فرهنگی، هر باوری، هر اعتقادی میکنن که از اون نتیجهی بگیرن که انسانها رو در مسیری قرار بده که با هم دوستی کنند و دوست باشن، تبدیل میشه با یه چنین چیزایی که به صورت بمب منفجر میشه، همه اونها رو به هم میرزه و برباد میده. و به همین جاست که اونچه که داره اتفاق میفته متاسفانه تاثیر بسیار بد و منفی رو اینجا و اونجا پیدا میکنه و به خاطر این تاثیر بد و منفی هست که واقعا انسان متاسف میشه. اما به نظر من همه اونا از نظر من حتی چند درصد هم نیست. موضوع مهم آسیب یک انسانه، مرگ یک انسانه، اونم به صورتی که تازه من در حدی که دیدم مثل اینکه اون خانم رو روی زمین وقتی مردم میزدن نشون نمیداد، که من متوجه هستم چرا این کار رو نمی کنن. ولی برخی از اوقات من و شما قرار با جرم و جنایت به صورت عریانش روبرو بشیم، یعنی صلاحمونه و الا باز در توهم و تصورات دوتا. این خطر در مملکت ما نیست؟ یعنی این نوع تعصب مذهبی رو من فکر میکنم ما در بخشهایی از ایران داریم کماکان. این خطر ما رو تهدید میکنه. ماجرای تعصب یه مسئله است، ولی باورهایی که یه چنین چیزایی رو میسازه به صورت یه پله موضوع و مسئله است که خیلی از اوقات از جنبه های خیلی ساده و عادی شروع میشه و کار رو اونقدر بالا میبره. این اون مسئله جدی تری است. شاید تعصب مذهبی در حقیقت ببینید، تعصب یعنی پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره. بنابراین دلیلی نداریم و از یه واقعیت و حقیقتی صحبت میکنیم که هیچ دلیلی براش نیست. اون مفهوم تعصبه. مفهوم تعصب جانبداری تند و تیز نیست، چون خیلی از اوقات ممکنه تشبثی باشه، باوری باشه، اعتقاد باشه. این لغات خیلی گویا نیستن و به صورتی که شما اون رو مشاهده میکنید یه مجموعه از واژه ها رو باید به کار گرفت تا حدودی بتونه یه واقعیت این سخت و تلخی رو توضیح بده. دکتر، هاوکینز و طرفداران نظریات او معتقدند که هر یک از ادیان برای پیدایش عالم یه قصه دارند، یه نوعی برخورد میکنند. خب آیا خدا و داستان پیدایش خلقت در ادیان اینا همه افسانه نیست؟ بذارید من مطلب رو یه جور دیگه عرض کنم، امیدوارم باز کسی بهش بر نخوره. به نظر میرسه که ما در 99 درصد تاریخ حضور و وجود انسان در کره زمین که به 200 هزار سال میرسه، از مرحله 7 سالگی تجاوز نکرد. و با آقای دکتر نیری، آقای دکتر حیدرزاده،
یعنی رشد حسی، احساسی، ادراکی ما در حد 7-8 ساله مونده. به همینجاست که شما وقتی به همه کتاب های گذشته مراجعه میکنید، شما با یه موجودی روبرو هستید که از طریق حس و هوش و تخیل به باور و اعتقاد میرسه. یعنی یه مجموعه ای میبینید، حس و هوش و تخیل و اون چیزی که احساس و اعتقاده میرسه و بر اساس اون در زمینهای مختلف حرف میزنه. امیدوارم کسی رو آزار ندم و اذیت نکنم. این داستانها داستانهای ذهنی کودکان 3-4 سال است. داستانهای خلقت. دقیقا. یعنی شما فرض بفرمایید حتی وقتی اونجا جدی میشه، اصلا شما روز اول دارید، روز دوم. خب روز وقتی است که کره زمینی باشه، خورشیدی باشه، چرخشی باشه که اصلا روز معنا پیدا کنه. شما درباره خلقت که با روز نمیتونید شروع کنید مگر یه معنای دیگه داشته. یا بعد فرض بفرمایید وقتی داستان خلقت داره تعریف میشه که آدم است و حوا و حابیل است و قابیل و این میزنه اون یکی رو میکشه و از ترس پدر فرار میکنه، میره یه مرتبه فرار میکنه و میره اونجا با یه بار قبیله یاش روبرو میشه که اونا رو تماشا میکنه. بعد تو اون قبیله مثلا یه پدر و مادری اصلا 7 دختر دارن، گویی یه دفعه اون کسی که داره داستان تعریف کنه یادش رفته که داستان خلقتی است که آدم و حوا بود و دو پسرش. قبیله از کجا پیدا شد؟ دختر از کجا فراهم آمد؟ ما داریم داستان خلقت رو میگیم و هیچ توضیحی هم برای اینا نیست. ولی وقتی شما مواردی از این قبیل که اینقدر آشکارا در تضاد و تناقض با هر واقعیتی و استدلالی قرار میگیره، همچنان اون رو میخواییم بپذیریم، باعث گرفتاری بسیاره. بنابراین اصولا این گفتگوها واقعا گفتگوهای بچه های 8-9 ساله که از نظر علمی وارد مرحله میشن که بشکن کانکریت اپریشنال استی، از نظر رشد عقلی با واقعیات به گونه دیگه برخورد میکنن و درسته از سیستم استقرا استفاده میکنن، سیستم قیاس استفاده میکنن، ولی اینا رو کاملا میفهمن. بنابراین از نظر من این داستان مال 3-5 سالگی انسانه، حتی مال 6-7 سالگی که اصلا ما در زمینه‌های دیگر رسیده بودیم، اقلا مثلا تا 500 سال قبل هم نیست. و بنابراین داستان‌ها داستان‌های بسیار بسیار کودکانه است. حالا نام دیگه نمیخوام روش بگذارم که میشه برای پاسخ گفتن به سوالات بچه، برای درگیر کردن ذهن او ازش استفاده کرد، ولی هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. و اشکال کاری که حالا نگاهی دکتر نیری تشروشتن گفتگو در این است که تمام سخنانی که در طول تاریخ فلسفه چه برای اثبات خدا چه برای رد خدا اومده و الان از نظر علمی این گفتگو رو، البته من اصلا نمیدونم نظریات ایشون دقیقاً چه حتی کلیش هم نمیدونم، ولی به اون دلیل حاضر به این بحث شدم که شما خواستید. به نظر رسید که شاید تفاوت نظری وجود داشته باشه که احتمالاً هم نداره، حالا خودتونم ملاحظه خواهید فرمود. مردم خدای همدیگر رو رد کردن، نه خدا رو. شما خودتون تو صحبتتون چی فرمودید در قسمت آخر؟ گفتید که اگر اشتباه نکنم وجود خدا رو نفی میکنه، اگر اشتباه نکنم، و دلیلی برای اثبات وجود خدا نداره. خب این حرف قسمت دومش اصلا حرف درستی. از نظر من روزی که شما خدا رو اثبات کنید که وجود داره، حالا میرسم به چیزای دیگه، معلومه که شما کاری که کردید ابداً نمیفهمید اثبات چیه، نه توجه به این دارید که خدا چیه. یعنی اصلا این حرف مطلقاً معنایی نداره و به همینجاست که به نظر من در تمام طول تاریخ تحول و تطور انسانی چیزی به اسم این که کسی وجود خدا رو ثابت کرد اصلا معنایی، هیچ کس وجود خدا رو ثابت نکرد. اما قسمت اول صحبتتونم باز باش مشکل دارم که وجود خدا رو نفی میکنه. هیچ کس هم نمیتونه وجود خدا رو نفی کنه، برای اینکه اصلا عدم قابل اثبات نفی نیست. یعنی چیزی که نیست رو شما نفیش بکنید. شما میتونید خدای مردمی که گفته شده رو نفی کنید، ولی خدا رو که میتونید نفی کنید. اینجا اون تفاوتی است که توی گفتگوی فلسفی و علمی و استدلالی میشه بهش رسید. حالا به نظر میسه که دکتر نیری هم تشوردن اگر اشتباه نکنم، برای اضافه فرمود که بنابراین میخواید پیام هایی رو بگذارید چکی رو بگیریم و در حدی که ایشون بتونن
بیایند و بنشینند. منم خلاصه حرف شما بزنید، منم خلاصه حرفمو میذارم که آقای دکتر در جریان باشه. آقای دکتر در همین فاصله از طریق تلفن همه حرفای ما رو شنیدن، خودشون گفتن. پس اگر چنینه، پس فقط یه فاصله میخوایم برای اینکه آقای دکتر رو بیاریم کنار خودمون. در هر حال ایشون چون نیرند و نور رو بیارن، چرا که نه. شما هم که فروزنده، شما هم که بندم که خلاصه خاموش کردن همه نور رو هستم. بینندگان عزیز با ما باشید تا خوش آمد بگیم به دکتر علی نیری رو. مراجعه فرمایید که به جمع دو نفری ما، یعنی بنده و جناب دکتر فرهنگ هلاکویی، بالاخره تونستن ملحق بشن. خوش آمد. ممنونم آقای فروزنده. خواست خدا البته. من خوشبختانه به مدد فناوری و تکنولوژی جدید داشتم برنامه رو میدیدم و رانندگی میکردم، برای همین در جریان گفتگوی شما هستم. 100% پرسش‌های پاسخ‌های خیلی خیلی خوبی بود، ولی هر کدوم از اونها چند جلسه خوبی بود. پرسش های خوب بود که پاسخ هایی که میطلبه هر کدوم چند جلسه رو لازم. حالا ان شاء الله یک سری برنامه رو با شما تدارک می‌بینیم در یک تیم مشخص. اگه دکتر هلاکویی بیان بپردازیم حتما. دکتر هلاکویی که قدمش رو چشمه، ولی دکتر هلاکویی جز مباحث خاصی با ما نخواهند اومد، برای اینکه مشتری های خاص خودشون رو دارن. که باور کنید این برنامه دوشنبه های جناب عالی که محبت می‌کنید به تلویزیون اندیشه بیاید، یکی از پربارترین و پربیننده ترین برنامه های ماست، لااقل مجموعه هم صدای ایست در طول هفته. سپاسگزارم به خاطر شماست. من نگرم داشتید در خلال صحبت که می کردیم بینندگان عزیز، دکتر هلاکویی منو اصلاح کردند که فرخنده در پاکستان اتفاق براش افتاده و نه در افغانستان، ولی بعد متوجه شدیم که نه، آقای دکتر هلاکویی اشتباه میکردن و متاسفانه این واقعه فرق نمیکنه کجا اتفاق افتاده، اما در افغانستان اتفاق افتاده. شما اگه برنامه رو تعقیب میکردید و اولین پرسش من از در مورد خدا مطرح کردید، مراجعه فرمودید، من این سوال رو از ویدیویی گرفتم که در اگر اشتباه نکنم در سال 1988 بله در یه پنل این سوال مطرح شد. بله. این سوال هم این جمله رو هم سعی کردم جمله خود استفن هاکینگ باشه که ترجمهش کردم، و اون میگه که خدا برای هر کس فرق میکنه، ما باید ببینیم از چگونه خدایی و از کدوم خدا و چه نوع خدایی صحبت میکنیم. ولی هاکینگ به طور کلی اصولا وجود خدا رو رد کرد. ببینید دقیقا به نظر من مسئله این است که چون من صحبت‌های دکتر هلاکویی رو هم میشنیدم و حالا به غیر از اینکه میشنیدم، ما چندین بار کنفرانس های متعددی در زمینه های علم و شبه علم و علم خرافات داشتیم که خواه نخواه بحث به اینجا کشیده میشده، و خب حالا به غیر از اونم که جلساتی که با همدیگه خصوصی یا عمومی داریم از نقطه نظرات و نظریات ایشون آگاه هستم نسبت به خدا. ببینید خدا به نظر من اول باید تعریف بشه، و هاکینگ خدایی که داره در مورد صحبت میکنه به طور مشخص خدای ادیان نیست، که میتونه خدای معجزه‌گره، خدایی است که میتونه قوانین طبیعت رو به میل خودش عوض کنه. در یک کلام خدایی است که دخالتگره، خدایی است که برهمکنش داره میکنه، دائما در حال تعامل با طبیعت هست. این خدا طبیعتا در علم جایی نداره، و من فکر میکنم تا جایی هم که من متوجه صحبت های دکتر هلاکویی شدم دقیقا همین مسئله رو بود. اما اگه ما خدایی رو به عنوان یک آفریدگار در نظر بگیریم که یک عالمی رو بر اساس یک الگوریتمی، بر اساس یک سری قوانین طراحی کرده، مثل یک باغبانی که یک گلخانه رو طراحی کرده و در واقع تنظیم کرده در چه زمانی آبیاری بشه، در چه زمانی نور خورشید به اون گلخانه برسه، ولی دیگه هیچ کاری با اون گلخانه نداشته باشه، این رو نمیشه به لحاظ علمی نه ثابتش کرد نه ردش کرد. اینجا میره تو حوزه فلسفه، و تمام حرف هاکینگ هم اینه که میگه حرف من این نیست که ما خداوند وجود نداره، بلکه دارم میگیم که در قوانین مدرن فیزیک جایی برای وجود چنین آفریدگار که بتونه در واقع دخالت بکنه در نظام طبیعت وجود نداره.
حرف اون اینه. یعنی اینو باید خیلی مشخص بشه. برای همین هم موقعی که صحبت پیش میاد که آیا شما به خدا اعتقاد دارید یا ندارید، پرسش اول این هست که تعریف شما از خدا چیست. این به نظر من خیلی مهمه، برای اینکه دکتر ولاکویی مرتب میگن که امیدوارم به کسی بر نخوره، ولی بذارین بر بخوره، چون قرن هاست که به آدم هایی که میفهمیدن بر خورده، حالا نوبت اونوری هاست که یه ذره بهشون بر بخوره. به نظر من خدای ادیان خدای بسیار بچگانه است. حتی اینشتین در آخرین نامه‌ای که به فیلسوف اسرائیلی که از او دوست پرسش بسیار مهم رو میکنه که نظرت در مورد قوم یهود چیه و نظرت در مورد خدا چیست، این آخرین نامه‌ای است که از اینشتین باقی مونده و با دستخط خود اینشتین هست. دو سال پیش یا سه سال پیش هم این در ایبی $3 میلیون این نامه به فروش رفت و این مستندترین سندی است که از این آدم و ذهنیت این آدم در مورد خداوند ادیان به خصوص از نوع ادیان ابراهیمیش باقی است. و اونجا اینشتین به صراحت بیان میکنه که خدای بشر حاصل ناشی از ضعف بشر در طبیعت بوده و خدایی است که برای داستانهایی که برای بچه ها باشه خیلی جالبه. این فرمایشات چه شما کردید؟ من هر دکتر هر وقت صحبتش تموم شد توضیح عرض خواهم کرد. بله، در نتیجه میخوام بگم که برای حداکثر و بیشینه فیزیکدانان، به خصوص کسانی که در علم کیهان شناسی هستن، به خصوص کسانی که در علم زیست شناسی هستن، 95% آمارها در آمریکا البته نشون میده که 95% زیست شناسان باوری اصلا به خدا ندارن. یعنی دلیل نمیبینن که، چون خدا رو در آزمایشگاه ندیدن. اگر خود استیون هاکینگ همیشه بارها گفته که من پیرو پوزیتیویسم هستم، یعنی فلسفه اثباتگرایانه هستم، اگر چیزی بشه دیدش، مشاهدهش کرد، من بهش باور میکنم. مشاهدم حالا نه اینکه حتما با چشم بشه دید، الان کلی ما روش های متفاوتی داریم و ممکنه کسی الان به ما بگه که اگر 50 سال دیگه، 100 سال دیگه علم پیشرفت بکنه و شما در آزمایشگاه اثرات انگشتان پروردگار و خداوند رو در آزمایشگاه ببینید، اون موقع چه خواهید گفت؟ به نظر من اگر یک دانشورزی، یک ساینتیستی صادق باشه، قطعا او خواهد پذیرفت. یعنی این شما مقدس‌ترین چیز در علم همین هست که شما یک سری داده دارید که شما باید ببینید تئوری شما با اون داده ها میخونه. اگر من در آزمایشگاه خداوند رو میبینم، اگر میبینم معجزه‌ای در طبیعت اتفاق افتاده که اثر خداوند در اونجا هست و میشه این رو به روش های علمی، آقای دکتر ما بارها در زمینه علم و شبه علم در این صحبت کردیم، آزمایش های علمی یعنی آزمایش هایی که بشه با شرایط تعیین شده شما آزمایشی رو هزاران بار تکرار کنید و نتایج کمابیش یکسان بگیرید با درصد خطاهایی که میدونید قابل پیش بینی است و قابل محاسبه است. ما در دنیای احتمالات هستیم و همه چیز رو شما میتونید احتمالاتش رو بررسی بکنید. بنابراین اگر چنین چیزی باشه قطعا، ولی چون الان نیست، من هم خودم رو در جرگه از دانشورزان و ساینتیست هایی میدونن که پیرو فلسفه پوزیتیویسم هستن، اثباتگرایی هستن و طبیعتاً تا کنون چون من دلیلی نمیبینم، شاهدی برای این مدعا نمیبینم، لزوم نمیبینم که خدا رو در معادلات، یعنی ما اثری از خدا در معادلات طبیعت نمیبینیم. ببینید جان فروزنده، موضوع همونطور که آقای دکتر نیری گفتن به نظر من بسیار روشنه. ما یه برداشت عمومی و کلی داریم از یه مفهومی، کانسپتی به اسم خدا که من با گذشته کاری ندارم. مردمان نسبتاً با یه حتی سطح سواد، نمیگم مدرک، دیپلم دبیرستان، یه نظری راجع به خدا دارن و وقتی راجبش صحبت میکنن شما به چند نتیجه علمی فلسفی میرسی. با وجودی که آقای دکتر یه تأکیدی داشتن به روی مسئله، هیچ کس هیچ تعریفی از خدا نداده که بگه این دفینیشن خداست، برای که این پدیده وقتی این تعریف هست یه پدیده مادی است. دوم، هیچ کسی تا به امروز، خوشحال میشم
بینندگان خوب و عزیز اطلاع بدن یا تو صحبت‌های بعدی، هیچ کس تا به امروز جرأت نکرده وجود خدا رو اثبات کنه. یعنی میگه خدا از این طریق من وجودش رو ثابت میکنم. تمام 70 دلیلی که در تاریخ فلسفه وجود داره دلایل ردن. یعنی یه عده آمدن گفتن به این دلیل خدا نیست، یه عده از فلاسفه گفتن این دلایل قبول نیست، ولی کسی وجود خدا رو ثابت نکرده. همطور از نظر من و با توجه به صحبت که آقای دکتر نیری کردن، هیچ کس هم نمیتونه وجود خدا رو نفی کنه. در اون مفهوم خدای این دین رو میشه رد کرد، خدای اون آدم رو میشه رد کرد، خدای فرهنگ و جامعه رو میشه به راحتی رد کرد. یعنی اگر میخوان بحث و استدلال بکنن، ولی اگر بگن اگر خدا بخواد اونو ولش کنید، ولی اگر میگن ما نشستیم پای بحث و استدلال، به هیچ وجه خدا نه قابل اثبات نه قابل رد. همطور که خدمتتون عرض کردم، خدایی که اثبات بشه یا رد بشه دیگه خدا نیست، یه پدیده مادی است و این پدیده مادی حتی در یه چارچوب محدودی قرار میگیره. من بارها عرض کردم اصلا گفتن این که خدا هست، وقتی مفهوم هستی مفهوم مادیه، در حقیقت خدا رو به ماده تبدیل کردنه. معناش این نیست که خدا نیست، معناش این نیست گفتن خدا هستم غلطه. عجیب‌تر این که خدا یکی است. پدیده یکی است که اولا ماده باشه بعد حد داشته باشه. شما اگر برید تو اقیانوس که بنده بارها بودم، دور برتون نگاه کنید همش آبه، شما حتی میتونید بگید یه اقیانوس دو تا اقیانوس. برای این کسانی که میگن خدا یکیه، هنری نفرمودن، آمدن گفتن خدا یه ماده است، یه پدیده مادی است که حد هم داره. بنابراین اصلا حتی گفتن خدا هست و خدا یکی است یه مفهوم رد و نفی اون باور عمومی است. اما غالبا گفته میشه در اون جا هیچ راهی نیست، به قول معروف از طلب مردود و از سبیل مسدود، در طلبتون مردوده، راهتون هم بسته است و تمام. و شما اینو به نظر من برخی از وقت در حتی باورهای مذهبی میتونید ببینید، وارد اون نمیخوام بشم. پس این اول. دوم اینکه آدما بعد از اون بحثی که هیچ وقت نمیتونن بکنن که خدا رو اثبات یا رد کنن، آقای دکتر نیری گفتن دلیلی براش نیست. بر اساس آنچه که شما راجع به هاوکینز گفتید، او میگه من دلیل ندارم. برتراند راسل دقیقاً مشخص میکنه، میگه من هیچ دلیلی برای وجود خدا ندارم، ولی هیچ کس هم نمیتونه وجود خدا رو که یا یه چیزی شاد باشه یا نباشه اصلا رد و نفی کنه. یعنی اون کارم شده نیست. برای این در دنیای علم دو چیز هست، یکی خدا بر اساس آنچه شما میگید نه موضوع اثبات شده نه رد شده نیست. تازه شما استدلال و اثبات رو بر اساس اصولی میکنید که ما از در حقیقت ارسطو و منطق میگیریم، و تازه هم به واژه‌های مادی مرتبطه هم به گرامر زبان مادی. یعنی شما آخر کار وقتی راجع به خدا میخواید حرف بزنید، همه چیز باید مادی کنید. یعنی اصلا هیچ جمله، هیچ کس، بذار اینو باز تکرار کنم، هیچ کس درباره خدا تا به روز هیچی نگفته. ما اومدیم صفاتی رو به خدا نسبت دادیم که خالقه، اسمایی رو به خدا نسبت دادیم که در بحث‌های ادیان هست، ولی اینا انسان سالم یا انسان کاملن. یعنی ما اومدیم خدا رو انسان گونه کردیم یا انسان رو خدا گونه کردیم، چون ادم از این ور اومدن. ما اومدیم خدا رو انسان گونه کردیم، گفتیم کریم و سمیع و بصیر و علیم، اینا همش صفات انسانی هست. یه زمانی بوده که این خدا شجاع هم بوده، یه زمانی بوده این خدا مکر و غم می‌زده، چون مسئله جنگ اینا بوده و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، حقه میزنن، خدا حقه میزنه، خدا بهترین حقه باز است. یعنی صفات انسانی رو به اون نسبت دادن. یه دیگه از دوستان ما در طول تاریخ بودن، ممکنه یه حرف خاصی داشتن که وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی اومدن فکر کردن که اصلا این انسانه که خداست و بنابراین انسان خداگونه است. برخی میگن اصلا خدا تو خود ماست، برید تو خودت خدا رو پیدا کنید. اینا دیگه خنده‌دارتر از اون کسانی هستن که خدا رو غیب میدونن. دیگه حالا یه دفعه خر برشون داشته و خودخواهی و نادانی به جایی رسوندنشون که ادعای خدایی هم میکنن و خدا خود ماییم و غیر از ما هیچ چیز نیست. دیگه شما باید اوج خودخواهی و خودشیفتگیتون بالا زده باشه و کار رو دیگه به اونجا ببرید. بنابراین موضوع اصلی رسیدن به اینجاست که اگر این مفهوم عمومی که عرض بکنم از کجا میشه گفت آمده، این مفهوم عمومی که بحث خدا هست در میان آدمای کمی آگاه، ابدا قابل اثبات و رد نیست، هیچ کس هم راجبش هیچی نمیدونه، هیچ کس هم تا به امروز هیچی نگفته. اگر بینندگان خوب عزیز شما فکر کنن راجب خدا چیزی گفتن، لطف کنن به شما ایمیل بزنن، بعدن بیان و بگن. دیگر میشه اینو خاموشش کنید جناب، مرسی که این تلفن شما به درد شما میخوره ولی در کار خدا دخالت میکنه.
اگر فکر بکنم بگم مثلا کی راجع به خدا چی گفته، گفتم حتی خدا یک، حتی خدا عادل یعنی چی؟ عد بر اساس تعریف حقوقیش، قانونیش، قضاییش، دادن حق کسی به کسی. کی از خدا طلبکار بوده؟ خدا حق رو داده که آره عادل هم شده، بله به جهانی که درست کرده که جهان ظلمه. یعنی این خلقت نیست که دو سوم حیوانات برای زنده بودن باید یه حیوان دیگر بکشن بخورن برای یه روز تا زنده بمونن. یعنی این حرفا بسیار بیپایه و بیمایه است و در نتیجه اصلا معنایی نداره. اینا کوشش انسان بوده برای که مثل یه بچه کوچولو بهش که مادر چیه بگه مثلا شیرینیه، مادر چیه شیره. این تصور و تخیلی است که ما از مفهوم مادری داریم. بنابراین من چون با جناب دکتر نیری صحبت‌های فراوانی داشتیم و کمی هم با این مسائل آشنا هستم، عرض من این است که در دنیای علم جایی نیست. نکته فوق‌العاده مهمی، بسیار مهمی را آقای دکتر گفتن. اشکال کار قبول خدا اینه که بعدن یه دفعه خدا رو وارد صحنه زندگی انسان و جهان مادی می‌کنن. هیچ دلیلی برای این وجود نداره. یعنی بیان به من نشون بدن که برای تلفن کردن به شما شماره آخر رو نمیزنن، همه نیروهاشون به کار بندازن شماره آخر خودش بیاد. ای اومد، یعنی خدا بذاره بفرسته. در طول تاریخ شما من یک مورد رو نشون میدید که قانون خلقت شکسته شده. هرگز. یعنی یه جهانی است مرتب و منظم. به همین جاست که وقتی پاسکال گفت طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، با فرمول ریاضی نوشتن. آقای دکتر اینو بیشتر میتونن توضیح بدن. اینشتین با فرمول ریاضی که بسط داد گفت باید جهان اینجوری باشه، طبیعت اینجوری باشه. 10 سال 20 سال 40 سال بعد گفتن طبیعت در اون زمینا همینه. فرمول ریاضی رو بسط داد و گفت باید طبیعت این گونه باشه. یه جهانی است که هرگز یک بار قانون شکسته نشده. این مطلبی که آقای دکتر گفتن معجزه‌ای هرگز اتفاق نیفتاده. دوستانی که فکر میکنن تو اون موردی که فکر اتفاق افتاده به نظر تاریخی و نظر کلی نگاه کنن میتونن بفهمن که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. بنابراین اگر خدا ببخشید آقای دکتر، اینا حرفتون یه مسئله دیگه هم که گرفته میشه همون قوانین احتمالات. یعنی خب به هر حال وقتی ما یه چیز میگیم احتمالش کمه، به این معنی نیست که رخ نخواهد داد. دقیقاً. اصلا علم چیزی جا سوریه همین یه یه مسئله که خیلی قاقل از معجزه نام میبرن یادشون میره که حتی وقتی ما سوار هواپیما میشیم احتمال اینکه به مقصد برسیم 100% نیست. من با توضیحاتی که شما فرمودید و آقای دکتر هم گفتن به نتیجه میرسم و داستانی که حتما شما هم در ماشین تعقیب کردید که گفتن که همه این داستان خلقت و قیامت و بهشت و همه اینا داستانایی است که به درد بچهای 4 5 6 7 ساله حتی اکثر میخوره. بیش از این نیست. نظر شما چیه؟ اولا نظر شما چیه؟ ثانیا به من بفرمایید که بعد از که نظرتون رو فرمودید، خب بنابراین این بشر برای این که طبق اون چه که گفتید برای این که بشر بتونه رشد بکنه از گیر خدا و داستانهای خلقت و مذاهب باید خودش رها کنه و به طرح علم بره. نه مجبورم یه چیز بگم بعد دکتر جواب بده. از گیر خدا، نه از گیر این خدایی که خودش ذهنش خودش ساخته. یعنی خدا زائده فکر انسانه. نه خدایی که زائده ذهن ماست که نمیدونیم چیه. نه نه خدایی که زائده ذهن ماست کار دستمون داده. ببینید تمام اوج به نظر من فلسفه در اینه که برسه به این که میدونیم چرا نمیتونیم بدونیم، بفهمیم چرا نمیتونیم بفهمیم، اگر باشه. برای که روزی که من و شما فهمیدیمش بر اساس آنچه که دورگر می... نه 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 ما بالاتر از اون خود خدایی که فهمیده بشه از من کوچکتره، برای که او هست که محیط در منه و من محاطم به او. به همجاست که اصلا در بسته است. خدای اثبات شده، خدای من، خدا از خدایی افتاده. به همجاست که مردم آخر کار میشه خدای خودشون رو باشن خوب و خوشند و ازش هم استفاده. مسئله روانی داره میاد تو حوزه. هر اونو بعد شما نظرتون درباره داستانهای خلقت ادیان. اگه اجازه بدین چون دکتر هولاکو یک مسئله رو اشاره کردن که من اگه امکانش باشه یه مقدار بستش بدم. دکتر هولاکو گفتن که انسان مدرن، مدرن به لحاظ فیزیولوژیکی 200,000 سال قدمت شد و این حرف درستی، حالا ممکنه متوجهشیم یه مقدارم بیشتر بود، ولی واقعیتش اینه که این آشپزخانه عالم واقعا احتیاج به اینقدر زمان داشته تا این انسان مدرن به وجود بیاد. یعنی شما فکر کنید که ما از 5.5 میلیارد سالی که از طول عمر عالم، طول عمر کره خاکی ما میگذره، 4.5 میلیارد سال هیچ خبری نبوده تو این کره، هیچ خبری نبوده. و خب ما بررسی هم کردیم، یعنی اگه طول عمر عالم رو که ما نزدیک 14 میلیارد ساله برابر 14 سال در نظر بگیریم، کل آفرینش
یعنی آمدن انسان ها به اینجا 3 دقیقه پایانی این 14 ساله و این همه گندگویی کردن ها ناشی از اون در واقع این تنهایی انسان هاست که بسیار ناجوره. ببینید ما از اون 200,000 سالی که انسان مدرن، انسان امروزی، هومو سیپینس به اصطلاح به وجود اومده تا زمان انقلاب کشاورزی یک دوره‌ای بوده که بهش میگیم دوره خدا انسان گونگی، که همون جنس که آقای دکتر هلاکویی هم گفتن. متاسفانه ما هنوز علارغم همه پیشرفتایی که کردیم، علارغم اینکه انقلاب کشاورزی رو پشت سر گذروندیم، انقلاب صنعتی رو پشت سر گذروندیم، انقلاب الان اینفورماتیک و داده ها و اطلاعات رو پشت سر گذاشتیم، حالا این بحثی است که اتفاقا من و دکتر هلاکویی بارها با هم داشتیم که میانگین سنی از نظر عقلی جامعه بشری چقدره، واقعا هنوز در دوره حداکثر در دوره احتمالاً نوجوانیشه، تینیجودشه که این کارهای ابلهانه را میکنه، چون آدمهای عاقل که نمیجنگن، این کارهای فضاحتبار رو که در کابل انجام نمیدن که، یا در ایران یا در هر نقطه دیگه ای که خاورمیانه، غرب، شرق دنیا. زبان جنگ زبان بچه هاست. حالا من دارم پامو تو حوزه شما میگذارم و شما ببینید بیشترین آمار امکان اینکه یک انسانی ممکنه که دستخوش مرگ بشه در همین دوره هویت طلبی نوجوانی و جوانیشه که ما الان بشر متاسفانه با اون سر کار میزن. حالا در دوره خدا انسان انگاری که دوره بسیار طولانی هم بوده، یعنی از 200,000 سال تا نزدیک 20,000 سال پیش، ما انسان رو در جایگاه خدا نشوندیم و بعد یک سری جادوگرهایی پیدا شدن در قبایل مختلف در تمام اینها که تقدسگرایی میکنن و برای این تقدسشون احتیاجی به قربانی و چیزی که همکنون هنوز هم وجود داره، منتها اسمای مدرن گرفته. ما هنوز هم برای خدایانمون، حالا هر چیزی که میشه باشه، قربانی میکنیم. این هنوز مونده، یعنی در اون روان بشر باقی مونده متاسفانه، برای علت دوره بسیار طولانی که بوده، یعنی نزدیک 180,000 سال خدا انسان انگاری وجود داشته. آقای دکترم به زیبایی گفتن که صفات خداوند صفات انسانیه. ضمن این که اگر بخوام یک بحث تاریخی به مسائلی که در ادیان به خصوص ابراهیمی وجود داره، بسیاری از این ادیان برگرفته از تاریخ‌هایی است که در فرهنگ‌های خرد فرهنگ‌های اون منطقه بوده و حالا یک رنگ و لعاب دینی به حیثیت شده. ماجرای موسی، ماجرای باکر زایی عیسی، اینها چیزهایی است که در فرهنگ‌های قدیمی‌تر بابل و سومر وجود داشته و بسیاری از داستان‌ها هست. و بعدم اگه دقت کنید متأسفانه خدای ادیان ابراهیمی به خصوص بسیار بسیار محدود به منطقه خاورمیانه، یعنی وعده هایی که برای بهشت میده بسیار بچگانه است، وعده هایی که برای اون دنیا میده معلومه که از دید یک انسانی است که در بیابان هاست، جهنمه، در مورد زمهریر صحبت نمیشه. احتمالا اون خدای از فرض کنید هوایی بهشت امروز انسان ها خبر نداشته، مشخصا نداشته، از قطب شمال و جنوب خبر نداشته. بنابراین آگاهی هایی که در اونجا هست، و من اینم واقعا میگم به قول معروف نمیتونم بپذیرم که اگر اطلاعات بیشتری میداد مثلا مردم اون زمان نمیفهمیدن. من این کناست خدا رو نمیفهمم اینجا چرا نباید بده. و بعدم خب حالا اعتقادات عجیب غریب تری که کسی بعضی ها سعی میکنن با این واژه های مدرنی، بعضی ها میگن مثلا این پیغمبرها ایلیان بودن، موجودات فضایی هوشمند، این که دیگه بدتر و مسخره آمیزتر از اون داستان هایی است که در این کتاب ها اومده و یا تلاش میکنن که به یک نوعی با یک برای کیهان یک شعوری رو قائل بشن و به اون شعور خودشون رو وابسته کنن. بنابراین من معتقدم که این داستان های بسیار جالبی است که فکر می‌کنم اتفاقاً باز با دکتر هلاکویی راجع به این مسئله بحث کردیم که اینجا بچه‌های آمریکایی ازشون یک نظرسنجی شده بوده که، یعنی از آمریکایی‌هایی که در دوره بچگی، خب همه اینها شما حتما با هنریتون و اون نوه دیگر گلتون که اسمش رو فراموش کردم، دینا، احتمالاً راجع به سانتا کلاس یا اون چیزی که ما حالا به فرانسوی پاپا نوئل میگیم صحبت میشه و بچه‌ها اینو میپذیرن.
و خیلی دوست دارم و عملا دکتر اتفاقا داستان جالبی دارن در این مورد، حتما خواهند گفت. ولی بعدا اتفاقا این بچه‌ها وقتی که حقیقت رو فهمیدن ناراحت شدن که چرا بچه‌ها از اول بهشون واقعیت رو نگفتن، برای اینکه یه دوره خوشی رو دارن که یه همچین چیزی وجود داره. متاسفانه من فکر می‌کنم این خوشنودی روانی که برای بشر وجود داره و اینقدر برای بعضیا این یک حالت تقدیر کننده ای داره که بهشون حس خوبی میده، که ترجیح میدن تو همون دنیای محدود و بچگانه خودشون بمونن و نفهمن که دنیای دیگری وجود داره. و من مثالی که میزنم معمولا مثل کسی میمونه که سالهای سال در تاریکی مونده، وقتی که درت باز میکنید که بیاد بیرون نور چشمشو میزنه، ولی وقتی که یه مقدار عادت بکنید میبینید خیلی زیباتر از اون تاریکی که قبلا بودین. مثلا اون شهامت رو باید داشته باشید که درو باز کنید نور به داخل بیاد، هرچند اولش چشمان شما رو خواهد زد، ولی بعدن به یک آزادگی میرسید از نظر روانی، از نظر اندیشی، یک آزاد اندیشی میرسید که شما رو راحت خواهد کرد. بذار من یه چیز کوچولو دنباله صحبت کمکی متفاوت عرض کنم. ببینید برخی شما صحبت کنید درباره خدا، یه توهم و تصوری وجود داره که قدرت خدا در اینه که بیاد دخالت کنه و معجزه بکنه، یعنی یه چیزی رو که بر اساس قاعده و قانون خراب شده داره خراب میشه، قاعده و قانون خودش به هم بزنه درستش کنه. در حالی که اگر خدایی هست که من باور دارم هست، من در این مورد پروایی ندارم، اعتقادم رو دارم میگم، بعدم میگم چرا این اعتقاد دارم اگه خواستید نظر خودم رو، قدرت خدا در اینه که خلقتی رو انجام بده که فقط یه پرانتز بعد یه پرانتز شما پنبه خدا رو زدید بعد اصلا حرفی نزدید. هرگز من پنبه خدایی رو زدم که در از هر هزار اینجاست که ما با هم اختلاف نظر دارید، اونجاست که میشه بس چه کرد، چون اصلا پروایی از عقیده‌ام ندارم. ببینید جان فروزنده، خدایی که پیروان ادیان برش دانایی و توانایی قائلن قرار بوده، اگر این اصل رو میپذیرن دانایی و توانایی و میخوان بحث کنن که جهانی رو خلق کنه که هرگز احتیاج به تصحیح و تغییر و معجزه نداشته باشه، جهانی رو خلق کرده، قانون رو توش گذاشته و اراده و به اصطلاح بحث مذهبی مشیت خودش رو در این قوانین گذاشته و هرگز احتیاج به تصحیح و تغییر نداره. و اگر شما به ادیان مراجعه کنید، حتی به کتاب‌های آسمانی، می‌بینید اصلا رد و نفی می‌کنه. من نمی‌خوام وارد بحث‌های مذهبی بشم که گروهی نسبت بهش حساسن، اصلا وجود خارجی نداره. یعنی شما وقتی که به واقعیت‌ها نگاه می‌کنید متوجه می‌شید اصلا معجزه‌ای نه صورت گرفته و نه نتیجه داشته و فایده داشته، یعنی با وجود همه اون معجزات هیچ مسئله‌ای نشده. این جنبش از نظر من خاص مارکسیستی هزار برابر قدرتش و نفوذش و اشاعش در جهان بیشتر از همه ادیان و مذاهب بود. یعنی نشون دهنده این است که به هیچ چیز نمی‌رسه که مثلا نمی‌دونم اراده خدا بود، مشیت خدا بود، یا خدا خواست که مثلا دینشو پیش ببره. کدام دین، کدام پیشرفت؟ شما اگر اصلا نگاه بکنید، بعدم تازه با انحرافاتی که پیدا شده و انشقاقی که پیدا شده و گرفتاریایی که وجود داشته، بنابراین یه جهانی خلق شده که میتونه خدا داشته باشه یا نداشته باشه، بحث من اون نیست، خدایی که ما در بحثمون میاریم، ولی تو کارا دخالت نداره. اشکال کار در قسمت بعدیشه. یعنی اون دخالت هست که مسئله رو مشخص میکنه. در حالی که من وقتی سوار هواپیما میشم، بلند میشه از لس آنجلس که 10 ساعت و 40 دقیقه دیگه ما در فرودگاه لندنی، برای که همش با واقعیت‌ها مرتبطه و حتی میتونه برای نشستنش از دستگاه‌های اتوماتیک نه خلبان استفاده کنه و حتی میتونه در یه جای مشخصی چرخ عقب یا چرخ جلوش رو زمین بکوبه، برای که جان قاعده و قانون داره. به همین که شما الان تلفن میکنید 3 و 4 بزنید وصل نمیشه، چون آقای دکتر اشاره کردن، چون برای من این موضوع هیچ شعور کیهانی اون بالا نشه اصلا قواعد و قوانین رو عوض کنه. اصلا شما ببینید در طول تاریخ بشریت 20 میلیارد نفر آدم اومدن میخواستن پرواز کنن، یکی پرواز نکرد، دل شما سید قدرشون یه ذره بلند بشه، هیچ کس نشد. یعنی اون چیزایی که واقعی است که میتونیم اندازه‌گیری کنیم هیچ وقت اتفاق نیفتاد. شما اگر با یه دقتی تاریخ ادیان رو بخونید باورتون نمیشه که با چه موضوعها، مسائل و مشکلاتی، از بیماری، از گرفتاری، از اشتباه، از خطا، از خیانت، از ظلم، همه روبرو بودن، برای که واقعی و عادی زندگی میکرد، اصلا خبر عجیب و غریبی نبوده. و به همین دلیل که دور و بریا هیچ وقت تحت تأثیر قرار نگرفتن. نمیخوام مثالای مذهبی بزنم، اصلا باور نکردنی است شما برای یک کسی این همه معجزه و قدرت قائل بشید، بعد مثلا آخر کار معلوم بشه مثلا 12 نفر پیرو داشته، 120 تا مؤمن. پس هیچی. بعدم تازه اونام ول کردن، مثلا رفتن 300 سال بعد
اونم به دلایل سیاسی و نظامی قدرت رو به دست گرفتن و هیچ. و اینا نشوندهنده این است که دخالتی در کار نیست. شما بیاد نگاه کنید به مردمی که از یه شهر میرن به یه شهر دیگه، این مردمان مثلا دعا میخونند و میفرستن، اونا نمیخونن. شما به تصادفا نگاه کنید. اصلا نمیخوام اشاره کنم چون در اذیت میکنم. شما میتونید از زیر یک کتاب آسمانی رد بشید، فرقی نمیکنه، از این ور میرید، از اصفهان میرید به شیراز، از شیراز میرید به اصفهان. نشوندهنده اینه که نقش اینا ندارن. و به همجاز شما نگاه کنید به آمار مرگ و میر. شما اطلاعات مربوط به بهداشت و پزشکی و تغذیه رو بدید، من به شما میگم متوسط عمر مردم این منطقه چقدره؟ 22 ساله، 47 ساله، 98 ساله. در طول تاریخ هم اینو میشناسید، کسی اینا رو نمیده. وقتی شما در جهت مرگ، در جهت زندگی، در جهت تولد قواعد میدید، شما به زودی زود مردم توان دارن که تصمیم بگیرن. نمیدونم این اصلا درستی یا غلطه که پسر میخوان یا دختر، و اصلا چه جوری میخوان. دوتای دلشون میخواد با وجودی که چشماشون آبیه، پسرشون دخترشون چشون سبز باشه، بنابراین کار خواهند کرد. بنابراین دخالتی نداره. این که اون میده و میمیره نیست. چرا خدا همجوری داره تو افریقا آدم ها رو میکشه با سنهای کم؟ چرا 10 میلیون باید با بیماری ایدز به این دنیا بیان بمیرن با اون باورا؟ امریکایی راست راست رد بشه، حق و سهم اونا رو هم بخوره، چیزی هم نشه. آقای چه خبر است؟ آقای من می‌خواستم بیارم سر اعتقاد آقای دکتر که از این دفاع میکنن. الان نه نمیخوام برم. نه که میترسم، برای بحث منحرف میشه. نه میدونم سر موقعش میریم سراغش. حتما با کمر میریم. نه من مطمئنه سوال خیلی علاقه مندن بدونن. بله شما علاقه نیستیم. من بسیار علاقه. یه نکته هست، برابر این راه نجات که شاید هاکینگ، استیفن هاکینگ داره ما رو کمک میکنه در این زمینه، که برای نجات بشر هیچ راهی نیست که ما علم رو به نحوی بتونیم خانگی بکنیم، خانوادگی بکنیم، وارد زندگی بشر در همه ابعادش بکنیم، تا از این طریق بتونیم این خرافه های مذهبی رو کنار بزنیم. دقیقاً مسئله حالا زمان مذهبی نیست، هر خرافه الزاما میتونه مذهبی نباشه، میتونه فرهنگی باشه، میتونه ایدئولوژی باشه، میتونه ایدئولوژیک باشه که اونها هم وحشتناکه. در واقع آدم هایی که کیش شخصیت دارن کم از این ادیان نکشتن در طول تاریخ. در واقع آقای پل پوت در کامبوج کم نکشته، استالین یک بی خدای بی دین بود ولی کیش شخصیت داشت. بنابراین ما منظورمون ایدئولوژیه که حالا میتونه دینی باشه یا غیر دینی باشه. مسئله این است که ما بحثی هم که با دکتر هلاکویی داشتیم، من خیلی خوشحالم، من بعد از دکتر هلاکویی در این زمینه واقعا تشکر بکنم که در جامعه ما این سابقه نداره متاسفانه. یعنی اصلا چیزی به مفهوم ساینس پاپولاریزیشن، یعنی ترویج علم یا دانش گستری، حالا واژه های فارسی بخوایم استفاده بکنیم، نداریم ما سابقه شو. در قبل این سابقه بسیار طولانی داره، تقریبا بر میگرده به عصر پسا مدرنی که وجود داشته، یعنی بعد از انقلاب علمی که میشه در کشور ما. برای اینکه ما فرهنگ علمی نداشتیم و خودمون تولید کننده علم نبودیم، این نبوده. و حتی دیدید اقراهایی در مورد شخصیت‌های علمی داخل کشور میشه، و چون متوجه عقب افتادگی علمیمون هستیم، فکر میکنیم مثلا احتیاج به یک قهرمانی داریم که اون قهرمان بیاد عقب افتادگی 300 خورده ای ساله علمی ما رو جبران بکنه. مثلا باز به طور نمونه من بگم، شما ببینید یک کسی مثل محمد عبدالسلام، برنده جایزه نوبل فیزیک، تا به امروز هم تنها فیزیکدان به اصطلاح مسلمانی است که تونسته جایزه نوبل فیزیک رو ببینه. شما ببینید چه تغییر و تحولی در افکار مردم پاکستان ایجاد شده. هنوز 51% مردم پاکستان بی سوادن، هنوز 80% مردم باور دارن که زلزله به خاطر قهر خداونده. بنابراین میخوام بگم مشکل ما اتفاقا این نیست، مشکل ما این نیست که ما بتونیم یک نخبه ای رو از جامعه بدیم بیرون. پارسال دوست عزیز و دوست داشتنی هم خانم مریم میرزاخانی بالاترین افتخار ریاضی جهان رو کسب کرد، شد بانوی اول ریاضیات. اما این تحولی در نوع تفکر جامعه ما ایجاد نکرده، هنوز جامعه ما بسیار خرافیه. میخوام بگم اون چیزی که ما باید بهش همگان فکر بکنیم، و از این جهت کار دکتر هلاکویی خیلی ارزشمنده. دکتر هلاکویی نه جایزه نوبل گرفته نه جایزه فیلد ریاضیات رو گرفته، ولی به نظر من کار بسیار عمده‌ای کرده، بردن علم به در واقع سطح جامعه.
این خیلی کار مهمی است و من امیدوار هستم که یعنی کارهای کسایی مثل هاوکینگ همینه. و حرفم این نیست که همه قرار دانش ورز اصلا نمیشن، اصلا چه دنیایی، من همیشه گفتم چه دنیای کسل کننده ای بشه اگه بخوان همه فرض کنیم فیزیکدان و شیمیدان و ریاضیدان و روانشناس بشه، همین گوناگونی دنیا قشنگه. حرف ما این هست که مردم رو وادار بکنیم به این که برای استدلال های روزانه شون استدلال علمی بکنن و برای اون کار شما لازم نیست عالم طبیعی علوم طبیعی باشید، برای اون کار شما باید بتونید از خردتون استفاده کنید، عقل علمیتون رو به کار ببرید. همین جناب فروزنده، ببینید من توی رادیو همراه شما میگم ما یه مقدار به هر حال گفتگو داریم، اون رو یکیش اینه که اصل و اصالت نه همه چیز، اصل و اصالت با انسان نه هیچ چیز دیگه، اخلاق، علم، عقل و واقعیت. شما سه تا سیستم شناخت دارید، یکی شناخت علمیه، یکی فلسفیه، یکی مذهبی. جهان طبیعت در اختیار فقط و فقط نظام علمیه، برای که علمه که درک واقعیت اشیا و روابط اشیاست، نه جهان فلسفی جهان علمیه نه جهان مذهبی. روزی که مذهب میاد به حریم علم دست میندازه یا فلسفه میاد اینجا که البته فلسفه نیست، مثلا فلسفه بافانن، اینجا ما گرفتاریم. به همین که تمام، من همیشه عرض کردم و پاشم ایستادم، به من نشون میدن در تمام طول تاریخ از جهات مذهبی و فلسفی یک اختراع و یک اکتشاف صورت گرفت، نه در جهت کشاورزی، نه در جهت پزشکی، نه در جهت مهندسی، هیچ. اصلا میگن از اون راه میشه هیچ مسئله جهان طبیعت رو، نیچر رو حل کرد. جهان فیزیکی و مادی در اختیار علمه، علم ناقصه، علم خطا و اشتباه میکنه، علم مجبور تصمیم میگیره. شما یه دارویی درست میکنید، آدما دارن میمیرن، میدونید که بسا 20% کار میکنه، 40% کار میکنه، بعد متوجه میشید حتی اشتباه که، ولی این اشتباه علم نیست، این تصمیم ماست برای کاربرد علم. علم اشتباه نمیکنه، این ساینتیسته، این دانشمنده که برداشت و دریافت کنه. علم یعنی یه واقعیتی که بین یه رابطه است یا یه خواصی است که در یه شیئی وجود داره، این تکلیفش روشنه. دوستان جا سفسطه میکنن، ولی به من بگن کدام اختراعی کشاورزی، کدام اختراعی پزشکی، کدام اختراع اکتشاف مهندسی به کمک انسان آمده، تمام اونا حرفه، برای که اصلا کارشون این نبوده. من انتظاری هم ندارم، دیدید که با چه صراحتی باور خودم رو عرض میکنم. تفکیک باید کرد. شما روزی که شناخت علمی دارید در جهان علمی، شما برای درست کردن هواپیما، برای عوض کردن قلب آدم ها، برای خوردن غذا، برای رفع بیماری ها به علم باید متوجه باشید. از هیچ راه دیگه هیچ وقت هیچ کسی هیچ کاری نکرده. به همجاست که به گذشته ها نگاه کنید، به تاریخ زندگیشون، چقدر از 10 تا بچه 8 تاش قبل از 2 سالگی مردن، بچه های پیغمبر هم بوده. برای که موضوع بیماری به مسئله دارو مرتبطه، ارتباطی به کسی نداره و به همجاست که زندگی عادی و معمولی داشتن. این تفکیک باید صورت بگیره. به همین جهت هست که وقتی آی دکتر نیری میگن شما درباره طبیعت صحبت کنید تکلیف روشن، شما بحث فلسفی میکنید، تعریف هم داریم، تفاوت علم چیه با فلسفه چیه و مذهب چیه، اصلا راه و روش اثبات علمی چیه، فلسفی چیه که و یا مذهبی چیه. به همجاست که من اگر یه آدمی در حوزه مذهب بیسته میگم اعتقاد و نظرش، روزی که به من بخواد اینو به حوزه علم ببره، من فقط یه جمله میگم چون میدونم بعدا میخوام سوال، من باور به وجود خدا دارم، هیچ دلیلی برای اثباتش دارم به هیچ وجه. آیا اگر یه کسی بگه من باور ندارم فکر کنم کمتر از من میدونه، میفهمه، حس و احساس کنه؟ به هیچ وجه. من تصمیم گرفتم این انتخابو بکنم و همین دلیلی که یه حسی است. یه دفعه یک آدمی با این همه نگاه علمی دقیق کاملا استدلال غیر علمی میکنه. نه استدلال غیر علمی نمیکنم، استدلال فلسفی و مذهبی میکنم، اصلا استدلال علمی نمیکنم. استدلال علمی تا کجا جواب فروزنده، اصلا بحث علمی نیست. من عرضم اینه که من یه حس و احساسی دارم و یه باوری دارم که مطلقا نه مادی است، نه علمی است، نه عقلی است، نه استدلالی است، به هیچ وجه. من وسط این بحث موندم که خدا هست یا نیست، تصمیم گرفتم بگم هست. شما میفرمایید نیست، به همون اندازه شما رو معتبر و درست و خوب میدونم که خودم. و اگر آقای دکتر بگن هست، من فکر میکنم من به ایشون نزدیکترم تا شما. ابدا یه انتخابی است در خلا برای آدم ها و به همین جاست که همونجا باید بمونه. و باز به همین جاست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر من حق دارم برای باور و اعتقادم بمیرم، ولی حق دارم، ولی هرگز نمیتونم از شما بخوام یه قدم بردارید در اون مسیر. دوم،
اگر یه روزی باور و اعتقاد من اومدن به مردم تحمیل کردن، اولین کسی که با تمام وجودم باید بجنگم که اون اعتقاد به دیگران تحمیل کنن منم. این مفهوم اعلامیه جانب بشر، یعنی من چون حق با منه و نظر منه نمیتونم پشت بیستم. شما من میگید این باورت غلطه احمقانه است، ولی به شما پاسخم این است که من اصلا بحث علمی نمی کنم ابدا، اصلا جایگاهی در علم برای خود. ببینید آی دکتر، به من بفرمایید کدام کتاب فیزیک یا ریاضی یا شیمی یا بیولوژی وسطش یه چیزی راجع به خدا گفته و میگه؟ کدام دانشگاه معتبر، نه دانشگاه شنگل منگلی مسخره که راه افتاده، کدام دانشگاه معتبر شما یه درسی دارید درباره تحقیق راجع به خدا، اثبات یا رد وجود خدا؟ شما هم میگید در کدام دنیای علم حتی یک جمله است؟ و شما اگر به عنوان استاد غیر از باورتون این حرفو بزنید که ما از نظر فیزیک میخوایم خدا رو ثابت یا رد کنیم، مطمئن باشید که براس وارد تو شورای دانشکده و خداحافظ. آیا این شانس رو میتونیم داشته باشیم که این بحث رو هفته آینده ادامه بدیم؟ اگر خدا بخواد. تلویزیون اندیشه باید یه فکری برای من بکنه، فکر می‌کنم باید یه هلیکوپتر بگیریم. یه هلیکوپتر باید بکنه. سعیتون رو میکنید که چشم. چون حیف شد این بحث. نه حیف نشد، شما به هدفاتون نرسید. بینندگان عزیز، با محبت دوستان این بحث رو هفته آینده هم مطرح میکنیم، هم امیدواریم که برنامه شما باید زمانش رو زیاد کنین یه ذره. بله زمانش رو باید زیاد، زمانش رو زیاد ساعت کنین. بعد امیدوار هستم که نمیدونم، به هر حال من خیالم نسبت به دکتر آراگویی و نیری رو هنوز نمیدونم، دکتر نیری رو وقتم نیست برای تر نظرشون، ولی طلاق از خداوند خیلی ضرر هم نمیزن. مرسی دکتر جان. امید این علامت چی بود؟ من به دوستان گفتم باور نکنه پیشون هیچ وقت شوهر خدا نبوده که طلاقش شد. بنادگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکن.